بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه دومين قسمة برنامج رسول الله در سيرة نبويه. امروز راجب ازدواج ان على رسول الله سخن بگیم انشاءالله در ابتدا باید ارز کنم که پیان اکرم میفرماید: می فرماید اشدکم لله انا اشدکم لله خشیتن خاشه ترین شما پیش خدا من من هستم لیکن من میخوابم خوابم بلند میشم روزه میگیرم افتار می همسر می هذه سنتی این سنت منه فمن رغب انها پری کسی که از سنت من ایراد کنه از من نیست این حدیث رو امام احمد در مصندش روایت میکنه در روایت دیگه من ترک سنتی پری کسی که سنت من رو ترک کنه از من نیست در اینجا این اعمال این همش فطریه این نشون که اسلام دین فطرته طبیعتا انسان به زن نیاز داره قرآن می که در سوره روم من آیاتی خلق السماوات والارد از نشانی های خداوند از آیات خداوند آسمان ها و زمینه در سوره فصلت آیه سی و من آیاتی لیل و النهار و شمس و القمر از آیهاش شب و روز و خورشید و مهتاب اینها همه آیات دال بر عظمت خداوند دوباره در سوره روم آیه 21 میفرماید و من آیاتین خدا خلقكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلك لآیات لقوم يتفكرون از آیات خداوند از نشانی های خداوند اینه که از خود شما بر شما همسر آفرید تا اینکه درش سکونت بگزنید و بین شما مودت و رحمت و دوستی قرار داد این, در این مورد آیاتی است که برای کسانی که فکر بکنند فکرشون رو به کار ببرند پیامبر اسلام دینی رو که ارده دین پترته و خودش هم اصفای ماست تنها اصوه ما اصوه کامل پیغمبره هیچ کسی دیگر اصوه کامل نیست هر کسی دیگر ممکنه اشتباه بکنه و اسلام عظیم ما بین نیازهای انسانی و بین ارزشهای عالی جمع کرده یک جا منافع رو با مباده با ارزشها در عین حال جمع کرده قبل از اینکه وحی نازل بشه رسول خدا علیه سلام در میان همسن و سالانش انگشت نما بود معمولا جوانها از خدا دورن دور میشن معمولا سرگردانن فرانی جوانه یا اظهار قدرت میکنند که دخترها رو به خود جذب کنند یا خیلی مبالغه میکنم در این کارها لیکن پیامبر اسلام خداوند میفرد که هو فی الافق الاعلا در افق عالی بود همه بشریت رو میخورد غم بشریت رو میخورد غم نجات بشریت رو میخورد دوربارش رو میاندیشید ضعف رو میدید فقر رو میدید ظلم رو میدید جور رو میدید و یک جوان انگوش بود این قبل از بیسات قبل از که هنوز پیغمبر بشه ولیسا بعضی از عالمان میگن که انبیا حتی قبل از وحی هم خداوند حفظشون میکنه معصومشون میکنه حضرت خدیجه زنیست لیکن مثل زنهای دیگه نیست ولی در آثار آمده که از مردان بسیاری کامل شدند لیکن از زنها جز چهار نفر کامل نشدند از جمله شون حضرت خدیجه ام المؤمنین اگر سیره حضرت خدیجه رو بخونیم میبینیم که که بهترین زنی بود که با پیغمبر وفادارترین همسر بود ولی وقتی که پیامبر خدا علیه بعد از وفات خدیجه مکه مکرمه رو فتح کرد تقریبا 20 سال بعد از اون اومد همه خ... هر کسی آرزو میکرد که پیغمبر وارد خانهش بشه لیکن چه گفت چه فرمود گفت که خیمه مرا در نزد قبر عایشه بزنید یعنی چی یعنی پرچم پیروزی رو جلوی قبرش بزنید تا همه عالم بدونه همه جهان بدونه که این زن در پیروزی شوهر شریکه برای که حضرت خدیجه یک پشتیبان داخلی بود در داخل منزل پیغمبر خدا صلی الله ببینید به این جمله دقت فرمایید بزرگترین زنان اونان که بر جمال ظاهریشون جمال اخلاقشون رو و بالاتر از این جمال عقلشون رو اگر در یک زن زیبایی ظاهری و زیبایی اخلاقی کمال اخلاقی و کمال عقلی وجود داشته باشه این زنی مثل زنهای دیگه نیست یه فرشته است و همچنان که میدونید در اسلام زن انظر تکلیف اندر تشریف انظر مسئولیت با مرد برابره و این سخن درسته که مردان بزرگ همیشه پشت نیاز به زنهای بزرگ داشتن رضا پیامبر خدا میفرماید فرماید این من نسا و شقای خورجال زنان برادران مردها هستند یعنی شما با این زنک تکمیل میشید و رضا پیامبر میفرماد که در حدیث که ابن حبان از عبدالله ابن عباس نقلش میکنه که ازدواج نکاه یک نوع بردگی است بنگرید که شما دختران و با ارزش خودتون رو کجا میذارید برای که باید مطیع همسرش بشه در اسلام البته ورزا اگر شما پیشتونی دختر پاک دامن، دکتر پاک، دکتر محجبه، دختر که شب رو سرکارش کارش با قرآن و برنامه های توحیدیه سعی نکنی که زود ازدواجش بده و خلاص بشی ازش ولی شوهر خوب براش پیدا کنی بلکه زن مهم، زن پاک دامن، زن پاک، زن بزرگ یک پشتیبان مهم در داخل, در داخل خانواده. خدیجه بنت دختر خویلی زنیست با شرف با مال و مردان رو به کار می گرفت که با مالش تجارت کنند به اصطلاح مزاربه بکنن. و حقیقت مزاربه چیه مزاربه یک نوع بانک شرعی است تجارت شرعی است بهترین راه پروراندن سرمایه همینه یه نفر پول داره یه نفر جوان تخصص داره لیکن پول نداره اینو با هم شریک میشند و کار میکنند از یکی سرمایه از دیگری کار و یه مثلا یه نفر پیرمرده یه نفر بازنشسته یه نفر بچه که مال به ارث برده یه نفر بیوه تجارت برد نیست یه جوان میاد در آغاز زندگیشه کار برده کاردانه لکه مال نداره با این مال کار میکنه و متفق میشن که چقدر سود از هم دیگه سود چطوری تقسیم کنن مال از یه نفر و کار از نفر دیگه این بهترین راهه به دست آوردن پول سر ب... به کار انداختن سرمایه و پیامبر خدا اولین شخصی بود که در اسلام با مزاربه کار کرد مال از خدیجه و کوشش از پیغمبر همه اینها قبل از بیست قبل از اینکه پیغمبر بشه وقتی که پیغمبر خدا خدیجه رضی الله تعالی عنها خبر از امانتش امانت پیغمبرش رسید از افتش از اخلاقش از بزرگواریش دوست داشت که باش تجارت کنه و سود بیشتری رو هم بهش بده ولی برای که امینه و همچنان که در آثار اومده الامانت و غنا امانت یک شما با امانات خودت با خوشنامی خودت بهترین ثروت زمین رو داری اون اطمینان مردم به شماست ورزا در اولین سفرش که به شام باشه با غلامی از خدیجه که اسمش میسره همراه شد خدیجه پیشنهاد کرد که اینو با خودش ببره پیامبر قبول کرد و هم مالش و هم غلام شو با در این سفر موفق شد و سودش هم دو برابر شد بر یعنی برخلاف دیگران خدیجه خیلی خوشحال شد خود خدیجه از خانادهای برتر مکه بود لیکن بیوه بود شوهرش فوت کرده بود آرزو میکرد که با محمد ازدواج کنه صلی و سلام یه زنی که اسمش نفیسه اونو قاصد کرد و از محمد نامزدی کرد نفیسه از محمد سوال کرد علیه و سلام چه معنی میشه تو ازدواج کنی؟ پیانبر جوان بود گفت که من چیزی در دستم که ازدواج بکنم گفت اینو من تدبیرشو میکنم گفت با کی با؟ گفت خدیجه گفت کیه که چنین کاری بکنه واسطه بشه گفت من این کار میکنم و رضا در آثار آمده که کسی که واسطه ازدواج به یه نفر بشه هر کلمه ای که میشه میگوید براش عبادت یک ساله و روزه یک, سال، یک ساله كما الأكرام يفرون كمن أفضل الشفاء تشفى بين اثنين في النكاح وين موجودة الصنان يشين روايات مكونة بيهترين شفاعات بيهترين بساطات إنك بين دو نفر برا إزدواج واسطة بشي إن نفيسة بين واسطة شد بين خديجة و بين پیغمبر خدا بين محمد صلى الله عليه وسلم و نفیسه وش گفت پیغمبر موافق اونم رسمان خواستگاری کرد و گفت که ای پسر امو من به خاطر قرابت نزدیکیت به خاطر شرافت و بزرگیت در قومت و به خاطر امانتت و اخلاق خوبت و صدق و راستیت رغبت به تو پیدا کردن. خدیجه میگیم. و متاسفانه در جوامع امروزی ما طوریه که زن عیب میدونه این کار رو که زن پیشنهاد بکنه بود که اشکالی نداره که زن چه مرد ببینید مثلا حضرت شعیب راجب موسی چه فرمود قال اني اريد ان که حق اهدم هاتين هاتین تاجون او پیشنهاد ازدواج داد. این که عرف و رسم مسلمانان عوض شده، نگاه کنید که چقدر از خانه بدون ازدواجن هر کسی غرق در, در هم و غم و باید همه کوشش رو به کار برد که جوانان ازدواج ازدواج بکن چه دختران چه پسران خدیجه رضی الله تعالی عنها نسب از متوسطان قریش بود لیکن از شریفترین مردم اونجا بود از مالدارترینشون بود و همه آرزو میکردند که که با خدیجه ازدواج بکنند الان اگر بخوام این موضوع رو در جامعه خود تطویق بدیم یه جوانی که پایبنده از خدا میترسه میخواد خودشو افیف کنه هر چقدر پایبندتر باشه خداوند بهتر ازدواج سالمتر نصیبش میکنه وقتی که این پیشنهاد از پیغمبر از نفیسه اولان و بعد از خدیجه به پیغمبر پیغمبر خدا صلی الله علیه شد رفت پیش اموهاش با شما مشورت کرد انسان با بزرگترها مشورت کنه که استواج ارتباط دوتا خانواده ارتباط دوتا طرف نیست چه دختر چه پسر دو خانواده با هم دیگه مرتبط میشن لیکن از خلال این پسر و دختر به اموهاش پیام گفت که من رقبت دارم که با خدیجه ازدواج کنم. اونا فوری قبول کردند. ابو طالب و حمزه و دیگران رفتن به سوی عموی حضرت خدیجه، عمر بن اسد. برک پدر خدیجه در جنگ فجار، حرب الفجار فوت کرده بود. و ازش خواستگاری کردند. و ده شطور هم بهش محریه دادن پیغمبر خدا بهش محریه داد اولین زنی بود که با تفاوت عمری زیادی که با پیغمبر خدا داشت با پیغمبر اونو به همسری داره تا زمانی هم که زنده بود بازم دیگری ازدواج نکرد همین مسئله خودش کافیه که که بدونیم که ازدواج های پیغمبر چه اهداف بزرگی رو دنبال میکرده ابو طالب وقتی که در جشن ازدواج ایستاد گفت که ای مردم هیچ کدوم از جوانان قریش به محمد برابری نمی از همشون شریفتر و نجیبتر و فاضلتر و عاقلتره جز این که مالدار نیست مال سایه است که از بین میره یک آریه که از دست میره و رغبت داره به خدیجه بن دختر خویره این خود به نکاح بود که ابو طالب خون و ولی خدیجه هم اموش عمر بود در این موقع پیغمبر خدا 25 ساله بود و خدیجه 40 ساله 15 سال با هم دیگه تفاوت داشتند در عقدشو بنی هاشم راستای قبیله مزر هم حضور داشتن و این ازدواج وقتی صورت گرفت که پیامبر خدا از شام برگ... دو ماه بعد از برگشتش از شام یعنی با تجارت آقا شد موضوع به ازدواج منتهی شد و مؤمن عاقل وقتی که فرصت ترایی رو براش پیشنهاد میشه نباید از دست بده این خیلی بود خداوند برای محمد صلی علیه و مهیا کرد و چه خیر بزرگی تا اینکه در 65 سالگی خدیجه رضی الله تعالی عنها فوت کرد یعنی حدود 25 سال رو به قرن پیغمبر باش مو خدیجه برش فرزندانی آورد قاسم ولدا پیامبر خدا کنیش ابو القاسم یعنی پدر قاسم ولدا در بعضیت از است هست که کسی که کسی رو دعوت کنه قبول نکنه مخالفت با ابو القاسم کرده قاسم زینب ام کلثوم فاطمه و رقیه همه اینها از فرزندان خدیجه هستند همچنان که تبرانی در موجم کبیر اینها را نقل میکنه بعدم عبدالله مرقب طیب یا طاهر اما قاسم و عبدالله قبل از اسلام فوت کردند، قبل از بیستش قاسم بزرگ شد خودش میتونست مثلا سوار حیوانات بشه به این عمر رسید فوت کرد عبدالله طفل بود فوت کرد دخترانش در وقت اسلام بودند و همشان مسلمان شدند و هجرت به مدینه کردند و همکیشون هم جوز فاطمه علیه السلام در حیات پیغمبر فوت کردند و عایشه و, و فاطمه رضی الله تعالی عنهم هم شش ماه بعد از وفات پیغمبر فوت کرد. ولی حکمت چیه؟ ممکن است این سوال بکنه. پیامبر خدا قبل از اینکه متولد بشه پدرش فوت کرد. در شش سالگی مادرش بود کرد در هشت سالگی جدش بود کرد همگی دخترانش جز فاطمه در حیاتش بود کردند قاسم و عبدالله قبل از اسلام بود کردند از ذریهش جز فاطمه کسی نموند حتی فرزندش ابراهیم از ماری قبطیه هم بود کرد حتما در, در همین ها حکمت بزرگی هست و که در که از فرزندان پیغمبر اه... مرد کسی نمونه یه مقدار دقت کن در این مورد اگر پیغمبر خدا صلی الله پدر بزرگی می داشت پدر مشهوری می داشت همه فضائلش به پدرش نسبت داده میشد همه شمائلش، فضائلش ببینید پدر،, پدر مادرش خوب تربیتش کردن وقتی چنین بشه مثلا نبوت سایه میره چطور شیعیان امامت بزرگ کردن نبوت به سایه انداختن شیعیان نبوت قبول دارن لیکن براشون مهم چیه امامت چیز دروغین اون موقع هم همین حرف میزدن و خداوند از خواست که همه این فضائل نبوی به خاطر قرب محمد به خداش باشه به کسی دیگه مرتبط نباشه نه به پدرش نه به مادرش تا اینکه این انسان بزرگ اصفهی باشه بر هر یتیمی خب یه موقع یتیمی شما میبینید دل شکسته میشه میگیم ببین پیغمبر خدا که سرور انبیاس یتیم بوده اگر فرزندانش بعد از او میزیستن زوریش خب معصوم که نبودن ممکنه مثلا خدا نکرد دوچار گناهی میشدن به پدر نسبت داده میشدن ورزا, پی... ورزا پیانبر سلمان فارسی رو مخاطب قرار میده میفرمود که ای سلمان لا تبغیدنی فا تفارق دینک بغز را نداشت باش که از دین جدا میشید قلت یا رسول الله کیف ابغده و بکه هدان الله چطوری من بغز تو رو خواهم داشت و خداوند اند بوسیلی تو مرا هدایت کرده قال تو بغد ال عربا عرب و تو بغدنی که از عرب بدیت بیاد اون موقع از من بدیت میاد این حدیث امام ترمیزی در سانانش روایت میکنه شما همه عرب ستیزان رو نگاه کنید با دین بدن همه دینستیزان نگاه کنی با عرب بدن وقتی که فرزند مردی ازش باقی نمونه اینم حکمت بزرگی داره خدیجه بزرگترین مثال و نمونه برای زنان جهانه در داخل خونه اون چرا که محمد نیاز داشت از محبت از تایید از مال در اختیارش میگذاشت و لذا پیانبر خدا میفرماند که نیک شوهرداری برای زن برابر با جهاد پی سبیل الله زنان به جایی که این دانشگاه و اون دانشگاه اینا برن یک سال شیش ماه حداقل نیک شوهرداری بهشون یاد بدن که خانه, ج... که خانه رو بتونن به هشت بکنن خ... ملکه... مل... ملکه, خونه رهبر خونه خ... م... زنه مرد مهمان در خونه هشت ساعت روزی سر کاره نه ساعت روزی سر کاره خدیجه علیه السلام در سختنی روزها ها پیغمبر استاد و پشتیبانش بود از یکی از بهترین زنان از چهار زنی بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و بهترین زنان جهان مریم بنت عمران و خدیجه بنت دن در حدیثی که بخاری و مسلم روایت میکنه وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و در آغاز و گفت که منو چادرم بپیچید منو بپیچید بهش گفت که خداوند هرگز تو رو تنها رها نخواهد کرد خدیجه بهش میگه انک و الرحیم تو مردی هستید که سر رحیم میکنید مشکلات مردم حل می کنید به بیچارگان کمک می مهمانداری می کنید بر مصائب روزگار مردم رو کمک می کنید این چه ارزش های عالیه این حدیث امام مسلم از جابر نقل میکنه. خب حدیجه که به شوحی نمی شد این رو از کجا میدونست؟ از فطرتش و مقصوده که خداوند جوانی که مستقیم باشه همسر خوب نصیبش میکنه مهم که استقامت از دست نده و خداوند مؤمنان رو با فاسقان برابر نمیکنه مشرکان رو با مجرمان برابر نمیکنه مؤمنان رو با مشرکان برابر نمیکنه و کسی که جوانی که توبه کرده به دامن خدا پنه آورده اینا رو مثل بیدینان نمی کنه پیامبر که بهترین زنان جهان چهار نفرن مریم دختر امران آسیه بنت مزاحم همسر فرعون خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمد بین در این داستانی که مختصاص دیکنش میکنم عظمت زن مشخص میشه فرعون یک آرایشگری داشت که موهای دخترشو رو درست میکرد یک بار شانه از دستش افتاد به زمین گفت بسم الله دختر فرعون گفت بهش گفت که مگه تو خدای غیر از پدرم داری گفت خدای من و خدای پدرم اللهه گفت من پدرم خبر میدم گفتش بگو رفتش گفت که این خدای غیر از تو رو میپرسته مگه تو خداش نیستی میگه خدایم الله فرون خاصش با چهار تا فرزندش و یک آتش روشن کرد در یک مثل آل دیگ آلمانیومی فرزند اول گفت این گفت خدای غیر من داری گفت خدای من و تو الله فرزند دومیش هم کنی فرزند سه هم همش هم یه حرف میزد فرزند چهارمیش شیرخار بود یه خورده این دو دل شد گریه کرد خداوند این بچه رو به صدا در آورد که تو بر ای مادر پایدار باش فرزند شو با آتش انداخت و هم خودش رو مؤمن آل فرعون اینا پیامبر اسلام وقتی که به آسمان اروج کرد در معراجش فرمود که من یک بوی خوش شنیدم که هرگز نشنیده بودم از جبری سوال کردم این بوی خوش چیه؟ گفت این بوی خوش بوی ماشته دختر فرعونه و زن میتونه در میدان ایمان اینقدر پیشرفت کنه قهرمان باشه در بالاترین مستوا باشه خدیجه از این نمونه هاست ولی زیره اصحاب پیغمبر و ازواج پیغمبر رو بخونیم تا اینکه این بزرگان اصوه فرزندان من شما باشن عاصية دختر فرعون، زن فرعون همشينين فرعون باش كما ميقف كما علمت لكم من إله غيري، من التاغوت بزور كي بود من خداي غيرت، خودم سراغ نذره أنا ربكم الأعلى، من خداي بزور بتونه لكن وضرب اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمْرُوا مِرَأْتَ فِرْعَونَ خدا من همسر فرعون رو مثال میزنه که گفت ای خدایا برا من خانی در جنت درست کن و مرا از فرعون و عملش نجات بده و از قوم ظالمان یعنی فرعون نتونست به زور آسیه همسرش رو مشرک کنه خدیجه علیه السلام از وفاتارترین زنان جهان بود ولذا پیامبر خدا سال و وقتی که او فوت کرد برا دوستانش دوستان خدیجه رو یاد میکرد گوشتی که مثلا غذای میپوخت بر دوستان خدیجه میفرستاد همیشه خدیجه رو خوبی یاد میکرد و این شخصی پدرش فوت کرد از پیامبر خدا سال و سوال کرد که من از خدمت پدرم بر رو نیکی والدم چکار بکنم که فرمود که برشون درود بفرست دعا کن برشون و با دوستانش سلی رحم کن دوستانشو دوست داشته باش این از بفاداریه ولی حضرت حضرت عایشه عایشه صدیقه میگه که من از هیچ زنی غیرتی نمیشونم مثل خدیجه از بس که پیغمبر خدا سرسم یادش میکرد و به هر حال اینا هم سران پیغمبران من شما میتونم از اونها اونها رو سرمشک خود قرار بدیم تا اینجا توقف میکنم إن شاء الله كين موضوعه در السبات بعد إدامة بدا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين